اگر از آسمان بفتد امید زندگی دارم. دوستان نهایت عزیز، السلام علیکم. خوش هستم که بازم در خدمت شما هستم. بسیار خوش آمدین به آشپزخانه نوریه. امروز غذایی که در نظر گرفتیم بر شما نامش از دوپیازه. دوپیازه غذای بسیار مزدار از افغانستان که تمام مردم افغانستان دوست دارن این غذا را. از او خاطر من امروز در نظر گرفتم که این را پخته کنم. بر پخته کردن دوپیازه ما ضرورت داریم به البته ما تقریبا 2 پوند گوشت گوسفند دارم. دوپیازه من از گوشت گوسفند جور میشه و تقریبا 200 گرام دال نخود دارم. 4 عدد پیاز و یک تقریبا نیمه سیر استفاده میکنم. و همچنین من قبلا یک نیم ساعت پیشتر پیاز برقه ها جدا کرده و سرکه اختیش کردیم و نمک و مرچ سیاه در نظر دارم. همچنان دو پیازه عموماً همراه نان خورده میشه که نانش به نام پرکی میگن که ما در اینجا پیدا کرده نمیداریم، مگر ما خمیر کردیم و میخوایم بر شما نان پرکی هم یاد بدم و با جور کردن خمیر انشالله در ویدیو های بعدی برای شما میگم. به خاطر پخته کردن دو پیازه دال نخود باید اول جوش بدیم و نرمش بسازیم و بعد از او از آب جدایش میکنیم. حالا من دال نخود میکنیم و میمانم که جوش بخواد. دال نخود ما در سر گاز ماندم و زیرش روشن کردم تا که بجوشه و دانه هاش خود نرم بسازم. با پخته کردن دو پیازه ما بر شما گفتم 4 عدد پیاز دارم، مگر ما در اول 1 دانه پیاز با امرای چند عدد سیر در روغنی که در دیگه انداخته ایم امرای گوشت یک جای سرخ میکنم و بعد از او پیازهای باقی مانده را القلق جدا میکنم و باز به سر به گوشت میمانم تا که دم بگیره و امرای گوشت یک جای پخته شود. در دیگ البته ما تقریبا 2 قاشق چای خوری روغن انداختیم برزی که دو پیازه بسیار روغن زیاد ضرورت نداره و ما پیازه به سر زیلوه میکنم تا که کمک خدا نرم کنه، نه بسوزانه و نه زیاد سفید بانه، یک کمک خدا نرم کنه و بعد از او گوشت بالایش اضافه میکنم امره سیر و میمانم که خوب سرخ شوه گوشت بالای پیاز. حالا من سیرها را بالای پیاز رنده میکنم، امرش یک جای میسازم. حالا پیاز به مو اندازه که میخواستم آماده شد، حالا من گوشت امرش یک جای میکنم. گوشت دو پیازه نباید رنگش بسیار تیره شود یا رنگش بسیار سرخ شود، بعضی که من گوشت دو پیازه رنگ سفید به خود داشته باشد و اینه تقریبا به مدت 10-15 دقیقه همراه پیاز سیر خوب سرخش میکنم و بعد از اون پیازهای باقی مانده رو بالایش اضافه میکنم و میمانم که نرم شود. نمک میندازم و نمک البته نظر به تست خود شما کلخده رو روزو داریم میتونین هم بهش یک جای بسازه. پوش دیگه بخار بسته کردیم و میمانوش تقریبا بعد یک 15-20 دقیقه تا گوش نرم شوه و بعد از اوش منشان میتونم که چی میکنیم. دوستان نهایت عزیز، گوشت از دیگه بخار ما قالی کردم در پن دیگه و خاطر گوشت نرم شد دیگه ضرورت به بخار نداره. حال من کمک مرچ سیاه بالایش اضافه میکنم و همچنان پیازهای باقی مانده را که براتون گفتم که به القای خرد تقسیمش کردیم یا قطعش کردیم بالای گوشت لوا میکنم و در دم میمانمش.
من گفتم امید زندگی دارم. البته با سوپه که در داخل زی گوشت است، یعنی آبی که گوشت دارم رو خود این پیازا همگی بار از امره زو نرم و ملایم میشه و همچنان گوشت دم میگیره و مثلا گوشتش رو بسته میکنم و تقریبا برای مدت 20 دقیقه مایی را میمانم به درجه حرارت میدیم. دوستان های عزیز به استفاده از موقع تا گوشت و پیاز آل شو بین هم یک دیگر و می خواهیم که نان خود پخته کنم و من پخته کردن نان از یک پن یا چپتاوی که به این شکل استفاده می کنم. دوستان های عزیز گوشتم پخته شد روی پیاز و سیر و روغن که من پخته کردم، همچنان دال نخودم اینجا نرم شده یام است و پیازهایی که باید سرکه اخته کردیم و روی مرچ سیاه و نانای پرکی را که من شما توجه بدهید که من پخته کردم همگی چیزا تیار است. حالا من با شما یاد نشان میدم که یه چطور باید نان بپیجانیم. البته گوشت دو پیازه در بشقابه هم میتونید بکشید، مگر مقبولیش دمیست که در بین نان کشیده میشه. به این شکل همراه تمام مواد پیاز و نمک سوپ که داره همگیش یک جای به نان گذاشته میشه و در پلوی ازی همی نخوت یا دال نخوت را که ما جوش دادیم در پلوش دال نخوت را مانده میشه و به قسمت بعدیش ما از پیاز را که به سرکه اخته کرده بودیم ایرام همچنان در پلوی ازی میمونیم. ما پیاز سرخ هم اخته کردیم، میتونیم که به خاطر دیزاین ازی از پیاز سرخ هم استفاده کنیم که یک ذره شکلش معقول تر شود. و میتونیم که از آب سرکه که در پیاز اخته شدگی از بالای ازی یکمک هم خوب شدن طعم غذا و در پلویزی به خاطر دیزاینش ما از مرچ تازه استفاده میکنم، یعنی یک چند دیگه میمونم. از این نظر به خواهش خودتان است که اگر دوست دارین میتونین بخورین، اگر ندارین میتونین پسش کنین. و در سر ازی ما مرچ سیاره که جز ادمی دو پیازه مرچ سیاه است ما در سرش اضافه میکنم. دوستان های عزیز ویدیوی من در اینجا خاتمه یافت. امیدوار هستم از این ریسیپی ما پخته کردیم خوشتون بیاید و استفاده کنید و ازش لذت ببرید. ان شاء الله تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای پاک میسپارم. خداحافظتان. لیلیه.